إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و شب بخیر. امیدوارم که در سایه لطف و رحمت الهی لحظاتی رو بتونیم با قرآن کریم سپری کنیم. در جلساتی که قبل در ارتباط با جزء تبارک داشتیم، خاتمه سوره قلم رو تونستیم نگاهی بندازیم که آغاز سوره حاقه رو امشب انشاءالله با هم خواهیم داشت. خاتمه سوره قلم با سوره حاقه پیوند بسیار ظریف و لطیفی داره که انشاءالله این رو هم بررسی خواهیم کرد و مضامینی که در این سوره وجود داره هم به همین صورت یک نوع ربط زمینی بینشون هست که این هم انشاءالله بهش نگاهی خواهیم داشت. اما قبل از اینکه داخل موضوعات سوره بشیم و تقسیماتی که میشه در ارتباط با آیات سوره ایجاد کرد رو بگیم، معرفی کوتاهی در ارتباط با این سوره داشته باشیم که این سوره سوره مکی هست و جزء سوره‌های مفصل تعریف میشه. آیاتش هم با تعداد آیات سوره قلم برابر هست، یعنی 52 آیه داره. و در ارتباط با ترتیب این سوره هم که 69مین سوره قرآن کریم است. در ارتباط با نزول این سوره و وقت موقعیتی وقت نزول این سوره و عموماً در ارتباط با اکثر سوره ها زمان دقیقی رو تعیین کردن کار دشواری هست، ولی کلیات اینو میگه که خب سوره مکی هست، اما در حدود چه سالی نازل شده. روایت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه میارن از حضرت عمر رضی الله عنه که میگن که خرجت یوما بمکه اتعرض لرسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ان اسلم، قبل از اینکه مسلمان بشم روزی از خونه بیرون اومدم که جلوی پیامبر صلی الله علیه وسلم رو بگیرم وایسم. فوجدته قد سبقنی الى المسجد الحرام، دیدم که قبل از من به مسجد الحرام رفته. فوقفت خلفه فاستفتح سوره الحاقه، پشت سرش ایستادم دیدم که سوره حاقه رو آغاز کرده بود داشت میخوند. فجعلت اعجب من تعلیف القرآن، از ربط و از نظم قرآن به شگفت اومدم. فقلت هذا والله شاعر، گفتم این واقعا شاعر هست، یعنی در ذهن خودم در قلب خودم گفتم که این شاعر هست. دیدم در خون که ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون، خاتمه سوره هست البته، میگه که دیدم که گفت که این قول شاعر نیست، اینا خیلی کم هستن که ایمان میارن. بعد گفتم که این کاهن هست، باز هم ساحر و جادوگر و فالگیر هست. فقرأ ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون، نه همین گفته کاهن هست، بلکه اینها خیلی کم هستن افرادی که متذکر میشن و به یاد میارن. و در انتها گفت تنزیل من رب العالمین الى آخر سوره، گفت تنزیلی هست از جانب پروردگار متعال. میگه فوقع الاسلام و فی قلبی کل موقع، در این موقعیت در واقع اسلام در قلب من افتاد، یعنی این شد آغاز تغییر و تحولات فکری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. این اتفاق یا این حادثه بیانگر این هست که از اونجایی که حضرت عمر رضی الله عنه در سال ششم هجری مسلمان شدن ایمان آوردن، این سوره هم باید قبل از این به مدت کوتاهی قبل از این نازل شده باشه. به هر حال در حد
پنجم یا ششم هجری میتونه وقت نزول این سوره رو تعیین کرد. اما در ارتباط با آیات و تقسیماتی که در این سوره میشه ایجاد کرد، سوره در واقع این سوره رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. بخش آغاز که از آیه اول تا آیه دوازدهم رو در بر میگیره، این دوازده آیه عاقبت وخیم ناباوران و معاندان و مخالفین دعوت به حق رو نمونه برداری میکنه و از در دنیا نمونه هایی رو میاره که چه عاقبت سوئی در دنیا دچار شدن و نمونه هایی از در این باب میاره. از آیه 13 تا آیه 37 بخش دوم این سوره رو در بر میگیره که این بخش در واقع عاقبت همین طیف یا همین ناباوران معاند رو در آخرت به تصویر میکشونه. تصویر هم بسیار مؤثر و بسیار آیات کوتاه تأثیرگذار هست بر خواننده و شنونده. در خاتمه هم که همونطوری که خاتمه ها عموماً جمع‌بندی موضوع رو یا سوره رو انجام میده، قرآن رو معرفی میکنه و تأکید میکنه بر اینکه این کلام کلام الهی هست، قول رسولی هست از جانب پروردگار که داره انتقال میده به مخاطبین. این کلام ساختگی نمیتونه باشه و در نهایت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو توصیه میکنه بر اینکه صبر رو پیشه کنن و آستانه صبر خودشون رو یا ابزار وسایل صبر رو و توشه صبر رو بیندوزن. قبل از اینکه وارد شهر و بست آیات بشیم، یه تلاوتی از آیات بخش اول و دوم با هم گوش میکنیم، بعد برخواهیم گشت و ادامه موضوع رو انشالله دنبال خواهیم کرد.
با عرض سلام مجدد خدمتتون، همونطوری که شاید حس به شما دست داد، آیات قرآن کریم از ویژگی های خیلی عجیبی برخوردار هست. یکی از مهمترین نکته هایی که نمیشه برای هیچ کتابی اون رو به اثبات رسوند این هست که یک موضوع شاید بیش از 20 بار شاید تکرار بشه. یعنی مثلا موضوع قوم عاد که الان بهش خواهیم رسید 24 بار در قرآن اومده، یا موضوع قوم ثمود بیش از 17 بار اومده. ولی در هر سوره ای که این موضوع میاد یک زاویه معینی رو مد نظر قرار میده، با یک اسلوب خاص و الفاظ معینی مطرح میشه و در ضمن سوره به طور یک هویت مستقل با سوره نقش هدفمند رو ایفا میکنه. این خیلی نکته خیلی مهمی هست که با این دقت و با این ریزبینی در ضمن این کتاب یک مطلب مکرر بیاد و هر حرف و هر واژه اون رو بشه براش وجه بلاغی و تفسیر بسیار دقیق علمی رو درآورد که الان بهش بخشی رو خواهیم پرداخت. در کلیات بحث سوره مد نظرمون که داریم بحثش میکنیم، سوره حاقه، نکته‌ای که خیلی جای تأمل رو داره این هست که ترتیب قرآنی این سوره رو بعد از سوره قلم گذاشته و میتونیم با وجود اینکه این سوره، یعنی سوره حاقه و سوره بعدش که سوره معارج هست، مثل جفت خودشون رو نشون میدن، ولی با وجود این سوره با سوره قبل یک نوع بافت بسیار ظریف و دقیق رو داره. آخرین آیه سوره قلم میگه این هو الا ما هو الا ذکر للعالمین. این در واقع این قرآن یا این کتاب ذکری هست برای عالمیان، تذکری هست، و این تذکر رو شما سریع و بسیار مؤثر در این سوره مصداقش رو میبینید که چطوری میاد و متذکر میشه که عاقبت خودتون رو، نهایت خودتون رو، مسیر خودتون رو فراموش نکنید. از این بلیغتر و فصیحتر نمیتونه هیچ گونه ذکری باشه با این مصداقیت بسیار دقیق. نکته دومی که باز هم میتونه ربطی رو بین دو سوره ایجاد بکنه، باز هم در ارتباط با خاتمه هست. در خاتمه سوره قلم در بحث اعمال وظیفه به پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب قرآنی متوجه میشه به فصبر لحکم ربک، صبر کن در انتظار حکم الهی باش. یعنی الله متعال و زیر نظر حکم الهی تو مسیر دعوت خودت رو ادامه بده، الله خیر رو برات مقدر خواهد کرد. صبر و توشه صبر رو ایجاد کردن ابزار میخواد. صبر خودش یک قدرت و توان درونی انسانی هست که در انسانها متفاوت هست. به هر اندازه وظیفه و مسئولیت انسان وسیع‌تر باشه، باید توانش و شایستگیش در این بُعد قوی‌تر باشه. در این سوره برای پیامبر صلی الله علیه و آله در خاتمه این سوره برای پیامبر یک توصیه و بگیم یک تجویز بسیار کوتاه مختصری میکنه که اون تجویز مختصر و کوتاه میتونه بیشترین و مؤثرترین وسیله برای اندوختن توشه صبر باشه. میگه فسبح باسم ربک العظیم. فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح رب عظیم، پروردگار خودت رو بگو با حمدش. ذکر الهی در زندگی بسیار توان بخش هست برای انسان. بیشترین مغذی، البته گفتم خیلی موارد هست که ذکرهایی رو به زبان میارن خیلی ها،
بدون اینکه محتوا و معناشو داشته در نظر داشته باشم، یا اینکه اصلا بدونن، در نتیجه فقط همون برکت لفظی ذکر رو میتونن به دست بیارن، اما مستقیت و عینیت تأثیر ذکر رو کمتر خواهند تونست این قبیل افراد حاصل کنن. اما در واقع وقتی که به مفهوم و معنای حقیقی ذکر انسان تأمل بکنه و بر اساس فهم درک صحیح ذکر رو بر زمون داشته باشه و همونجور که صفت دائم پیامبر صلی الله علیه و آله که هیچگاه زبان مبارکشون از ذکر خشک نمیشد، همیشه زبانشون با ذکر الهی مشغول بود، به همون اگر بتونه انسان خودش رو با این عادت بده، با این سبک و با این روش، خواهد تونست بزرگترین اندوخته و بزرگترین توشه مسیر زندگیش که سب باشه رو از طریق این به دست بیاره. بگردیم به آیات بخش اول این سوره که با محوریت سوره با هم کلن در یک راستا هست. اگر ما خواسته باشیم محور موضوعی برای سوره معرفی کنیم، شاید واژه هشدار بتونه بسیار رسا باشه در این ارتباط. یعنی یک هشداری هست این سوره، واقعا یک نوع تذکر بسیار مؤثر و بسیار رسایی در ارتباط با مسیر و عاقبت و انتهایی هست که همه ما به سمت او داریم میریم. زنگ خطری هست که به صدا در میاد برای هممون. به طور مختصر و کوتاه از اولین آیه‌ای که میاره با واژه بسیار وسیع و پرمعنا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحاق. واژه الحاق از اصل سه حرفی حق، حا و دو تا قاف مکرر تشکیل میشه که هم به معنای مصدری تفسیرش کردن به معنای حقیقت، هم به معنای اسم فاعلی که بر وزن فاعل باشه و مؤنثش فاعله هست، که چه ما به معنای مصدری بگیریم و چه به معنای اسم فاعلی بگیریم، هر دوی این معنا هم در دنیا میتونه محقق بشه هم در آخرت. یعنی هشداری هست برای یک حقیقتی که محقق بشه، یک حقیقتی که ظاهر بشه. اون حقیقت چی هست؟ اون حقیقت رو قرآن کریم به گونه های مختلف برامون آورده. در سوره غافر بحث عاقبت و انتها رو میاره که در این سوره هم در آخرت البته میاره. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بين سورة محقق شد حكم إلهي بر كساني كفر ورزيدان كصاحبان آتش خواهند بود، أهل عذاب إلهي در قيامت خواهند بود. واجه حقت يعني محقق شدن در اینجا بر اساس عاقبت و انتهایی هست که حكم إلهي نسبت به اونها صادر میشه. به همین صورت در سوره انبیاء آیه 97 میگه وقترب الوعد الحق، وعده الهی محقق میشه. اون هم باز هم بحث قیامت هست که در ارتباط با کل خلائق هست، چه نیکوکاران و چه آدمای بدکار، همشون وعده الهی رو محقق میبینن. در آیه 29 سوره جاسیه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، اینم در بحثمون نامه اعمالی هست که در قیامت به همه داده خواهد شد. در این سوره هم تصویری از اون صحنه رو برامون میاره، این کتابی هست که داره به حقیقت براتون نطق میکنه. در آیه 34 سوره احقاف باز هم بحث حق هست، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اون روزی که بر آتش اونای کفر ورزیدن عرضه بشن، از اونا پرسیده میشه که الیس هذا بالحق، آیا این حق نیست؟ آیا حقیقتی نیست که این کارش میکردید؟ اونجا خواهد گفت بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اونجا خواهد گفته خواهد شد که الان عذاب رو بچشید در ارتباط با اونچه که شما کفر میورزیدید. این مجموع آیات همشون بیانگر این هست که یک عاقبتی هست، یک انتهایی هست و اون قیامت هست. در اون قیامت اعمال
حقائق، اختلافات همشون ظاهر میشه و حق از باطل آشکار میشه. هر کسی به نتیجه عملکرد خودش میرسه. در دنیا هم مواردی پیش میاد که باز هم وعده الهی در ارتباط با اونچه که وعده داده محقق میشه، که باز هم مصداقی از همین مطلب میتونه باشه، از همین مفهوم، از همین آیه میتونه باشه. لیحق الحق بکلماتی و یبطل الباطل، تا اینکه محقق بکنه حق رو و باطل رو هم بهش زوال بده. این در نزاعی که بین حق و باطل در دنیا هست و حکم الهی که فیصله میشه. در این آیاتی که در این سوره وجود داره، یا در بخش اول و دوم سوره وجود داره، در واقع هر دو صحنه رو برای اون میاره. هم صحنه ای که در بخش اول سوره، هم صحنه ای که در دنیا حق و حقیقت آشکار شد، وعده الهی محقق شد، و هم صحنه ای که در آخرت این اتفاق خواهد افتاد، در بخش دوم سوره خواهد اومد. در نتیجه این واژه الحاق، آن حقیقت و رخدار، اگر بگیم رخداد حقیقی، در برگیرنده یک دنیای از حقایق هست که ما به هر سمتی نگاه کنیم برامون بعدی از ابعاد معنوی این واژه رو در بر داره، از هر به هر سمتی از دعوت قرآنی و مفاهیم قرآنی نگاه کنیم، باز هم این در برگیرنده این واژه در برگیرنده بخشی از اون خواهد بود، در بخش وعده و وعید الهی. این خودش وسعت معنوی قرآن کریم رو میرسونه و عدم حصر معنای حد و حصر معنای خیلی از واژه هایی که نمیشه در حد حصر علم انسان بشه اون رو حصر کرد. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که پیام خودش رو در بر اساس هشداری که باید بده رو میرسونه. الحاقتو ملحاق، سوالی که میاد، استفهامی که میاد برای ابراز هول و وحشتناک بودن این صحنه است. اون رخداد یا اون حقیقت چی هست؟ و ما ادراک ملحاق، و چی دانی که باز هم اون حقیقت یا اون رخداد حقیقی چی هست؟ استفهام بعدی هم که اومده، ما ادراکه، در قرآن کریم مکرر جای مختلفی، ما ادراکه مل قارعه و ما ادراکه ما یوم الدین، اینا در جزء سیوم هست. این اسلوب قرآنی و کلا در زبان عربی بیانگر عظمت و مخیف بودن یک حقیقت رو میرسونه، و این استفهام برای تحویل هست، برای حول و برای تخفیف و برای ایجاد تأثیر روحی و روانی حقیقی که یک پدیده خطرناک میتونه در زندگی انسان و در عاقبت و انتهای مسیر انسان داشته باشه به کار گرفته میشه، که قرآن کریم هم این اسلوب رو با کثرت به کار برده. و هدف از استفهام جوابی نیست که فرد مخاطب بده، بلکه آمادگی است برای اینکه بعد از این استفهام پیش میاد. جوابی که بعد استفهام پیش میاد عرض و به تصویر کشوندن صحنه هایی از همین حقیقت، از هم بروز و ظاهر شدن مصادیق این حقیقتی که مکرر داره قرآن میگه که دست از ظلم بردارید، حد حدود رو رعایت کنید، عدالت کنید، تقوا پیشه کنید، محبت و لطف خودتون رو نسبت به بندگان خدا ابراز کنید، ظلم نکنید، و صدها حکم الهی که نتیجه عمل کرده به اون سعادت هست و مخالفت با اون بدبختی و تیرهبختی رو به همراه داره. همه اینها در قالب یک واژه، الحاقتو ملحاق، و ما ادراک ملحاق، حقیقتی که با کثرت در زندگیمون قابل شهود هست، نتایج عمل کردمون، و در تاریخ و در زندگی اقوام قبل هم کاملا میتونیم ببینیم. ادامه آیات مصادیقی رو میاره از عمل کرد و نتایج عمل کردی که
عملا نشان دهنده این حقیقتی هست که در ضمن نظام الهی در تاریخ انسانیت به وقوع پیوسته. یه میان برنامه کتاب هم میبینیم، برمیگردیم و ادامه آیات رو انشاءالله با دریافت تماساتون خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، در برنامه در پرتو قرآن کریم، پرتوی از آیات اول سوره الحاقه رو داشتیم که گفتیم حق و حقیقتی که در ضمن اتفاقات تاریخ برامون روشن میشه، برامون آشکار میشه، با کثرت زیاد و با انواع مختلف هر کسی تجربه هایی رو از این حقایق داره. اما قرآن کریم نمونه ها و سمبول هایی رو انتخاب کرده که این نمونه ها و سمبول ها میتونه به عنوان بارزترین نمونه ها در تاریخ مخاطبین اولیه قرآن شناخته بشن. مخاطب اولیه قرآن عرب بود، عرب ها بودن و عرب هم به طور کلی فرهنگی رو داشت و با توجه به فرهنگی که داشت، قرآن هم با زبان اون قوم و با فرهنگ اون قوم ابلاغ مفاهیمی رو کرد که برای هدایت و برای پیدا کردن مسیر نجات برای قوم لازم بود. در آیات چهارم و پنجم و به دنباله این تا آیه دوازدهم از اقوامی رو به طور مختصر این آیه سخن میگه که این اقوام در واقع در شبه جزیره عرب سکونت داشتند و آثاری از اونها در بر زبانها وجود داشته، اما از تفصیل اتفاقاتی که باشون بر سرشون اومده یا افتاده یا جزئیات زندگی اونها کسی مطلع نبوده، خصوصا در ارتباط با قوم عاد
که یکی از قدیمی ترین اقوام این منطقه در واقع شمرده میشه، در کتاب های مثل انجیل و تورات هم اشاره بهشون نشده. نکته جالبی که وجود داره این هست که قرآن کریم وقتی که میاد وصف میکنه اینها رو، یک وصف دقیقی رو انجام میده که اون وصف دقیق در کلیت خودش درس خاصی رو داره، ولی در جزئیات خودش در طول تاریخ میتونه همیشه زنده بمونه و برای اثبات رسوندن صحت این کلام که مصدرش الله متعال هست همیشه دلیل باشه. یکی از این نمونه ها بحث ذکر این اقوام هست و وصف این اقوام هست. اولین آیه‌ای که بحث این اقوام رو میاره آیه چهارم هست که میگه کذب ثمود و عاد بالقارعه. دو قوم ثمود و عاد تکذیب کردن قارعه رو. قارعه در ابتدای سوره قارعه این واژه رو همه باش آشنا هستن که یکی اسم اسمهای قیامت هست و الحاقه هم در واقع با این تفصیل معنایی که ذکر کردیم یکی از معانی مصادیق برجستش همون قیامت میتونه باشه. در نتیجه میگه که این دو قوم عاقبت و انتها یا قیامت رو تکذیب کردن، رد کردن، قبول نپذیرفتن، اهمیت به اون انتها و عاقبت ندادند. دو قومی که میاره ترتیبشون ثمود هست بعد عاد هست. از نظر زمانی عاد در واقع قبل از ثمود هست، ولی از اونجایی که در این سوره با توجه به شرایط کلی سوره بحث تذکر و هشدار هست، از نزدیک به دور میره، یعنی اینکه از نظر جغرافیایی اونایی که نزدیکتر هستن رو اول میگه، بعد از این میره مناطق دورتر. که قوم ثمود که آثارشون هنوز هم وجود داره در حدود 20 کیلومتری مدینه، آثار شهرشون و آبادیشون هست، این قوم ابتدا میاد بعد از این قوم عاد میاد. میگه هر دوی این قوم دچار این اشتباه شدن و انکار کردن حقیقت آخرت رو. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، اما ثمود که ما اونا رو با یک عذاب طغیانگر اونها رو هلاک کردیم یا هلاک شدند، اونا رو با یک عذاب طغیانگر هلاک کردیم. و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه، عاد با تندباد سرد باز هم سرکش هلاک شدند. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، الله متعال بر اونها این تندباد رو مسخر کرد، 7 شب و 8 روز این مدت رو به طور مستمر و مکرر رو سرشون بود، خصوصا به طور مستمر و پیوسته. فتر القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویه، در نتیجه این عذاب میبینی که قوم افتادن هلاک شدن مثل تنه های درخت خرمای از تو خالی. قبل از اینکه تفصیل این وصف رو ببینیم یا بررسی کنیم، دقت تعبیر قرآنی رو مشاهده کنیم که چقدر دقیق حقیقتی رو میگه که در واقع امروز تونسته از طریق کاوشگرای معاصر بیاد بیرون. بیننده باشه خط هستن، صداشون بشنم. آیه برادر عزیز، آیه احمد از اصفهان، سلام بر شما عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید. سلام باشید، ممنون. استاد، یک به یک آیات قرآن کریم نشون دهنده این هست که انسان بتونه به سرگذشت خودش رجوع بکنه و از سرگذشت خودش و نوع رابطه حقیقت گونه خودش با پروردگار مخلوق خودش یک رابطه سنجیده متعادل و اون درجه ای که انسان رو به رستگاری میرسونه ان شاءالله برسه به اون رابطه رو پیدا بکنه.
من میخوام بگم تو این وقت بسیار کوتاه و فرصت اندک که ما باید اهل تدبر و اهل تحقیق در قرآن و سنت شریعت پیغمبر باشیم و جوری عمل بکنیم که رفتارمون متعادل و متعارف با مبانی قرآنی باشه، یعنی هم در عمل و هم در علم خودمون نشون بدیم که قرآن کلام ناب الهی هست که میتونه سنجش فکری ما انسانها در برهه زمان حساس کنونی ما باشه و اهل شعار و اهل دسیسه بازی و اهل نیرنگ بازی نباشیم و اهل حقیقت و برهانهایی باشیم و مبناهای علمی خودمون رو در دقیق پیدا بکنیم. سوال اساسی اینجاست، تو این شرایط بحران زده کنونی که بشر هر لحظه دنبال حقیقت ناب محمدی هست، کدام عصر رو در نظر بگیره تا بتونه انشالله به اون دستکاری که میخواد در نظر بگیره برسه انشالله. متشکرم. تشکر آقای احمد عزیز. سوالی که مطرح کردید که به هر حال در این شرایط باید به کدوم اصل متوسل بشیم تا اینکه از این بحران بیایم بیرون، به هر حال این نکته رو ما بارها مکرر گفتیم که تنها راه دست یافتن به حل بحران‌های معاصر برای امت اسلام فقط میتونه یک موضوع باشه، همونطوری که فرمودید شعار دادن نمیتونه نتیجه ای رو به دستمون بیاره، همونطوری که 30 سال شعار دادیم و هیچ چیزی هم گیرمون نکرد. بحث قرآن، اتفاق بر صحت قرآن و به همین صورت کمال پیام قرآنی بهترین راه علاج است. هیچ نکته مشترکی بیشتر از قرآن و بهتر از قرآن و کاملتر از قرآن بین امت اسلام وجود نداره. حتی اون کسانی که ناچار شدن برای اثبات مبانی فکری خودشون ابراز کنن که قرآن محرف است، حتی اونها هم طرفداری امروز در بین مسلمان ها ندارند. در نتیجه تنها راه و تنها وسیله‌ای که میتونه ما رو به مشترکات بنیادین و اساسین دینی برسونه و ما رو جمع بکنه قرآن هست، چون در هر زمینه اختلاف میتونه باشه، در هر موضوعی میتونیم دچار چندگانگی بشیم، ولی در رابطه با قرآن هیچ اختلافی وجود نداره. به قرآن هم زبان عربی مبین هست، زبان عربی هم زبان محفوظی هست. برادر عزیز آیه خودتون معرفی کنید برادر عزیز. بله خودتون معرفی کنید. من سلام علیکم محمد زاکر هستم، محترم شما را از اوکراین بله محمد آقای محمد زاکر از اوکراین بفرمایید. برادر عزیز آقای محمد زاکر قطع شدن. بیننده بعد برادر عزیز آقای الو سلام علیکم. آقای سلام و رحمت الله علیکم بفرمایید. بله آیه استادی سوالی داشتم خدمت شما که ما چون حالا ما خودمون مسلمونیم ولی چون زیاد این مباحث رو میشنویم واقعا جوابش رو نمیدیم. این که شما فرمودید رجوع به قرآن بشه، الان توی فضای مجازی و اینها میبینیم که این ملحدا این آیات رو مطرح میکنن، میگن که این مثلا سوره توبه آیه 123 که میگه کافران رو بکشید، یا تو آیه سوره محمد آیه 4 میگه با کافران روبرو شدید گردنشون رو بزنید و این ما رو متهم میکنن به اینکه اینها همش خشونت و قتل و غارت و داعش و اینا همش دارن به آیه های قرآن رجوع کردن و به اینا دارن عمل میکنن، یا سوره احزاب آیه 61 که میگه که اینا لعنت شدن و هر جا پیدا شدن دستگیرشون کنید به سختی اونا رو بکشید. اینها رو یعنی چجوری اگه ما قراره به قرآن رجوع کنیم یعنی این کارا رو باید بکنیم؟ اینا بالاخره آیه های قرآن، الان داعش هم میگه که به اینا ما داریم عمل میکنیم، اونا رو چیکار باید کرد؟ بالاخره اینا جوابای اینها چیه؟ ما میگن که مثلا یکیشون هستش که میگه که شما یه آیه ندارید که بهشون میگه که به کفار مثلا چجوری رفت. بله سوال خوبی مطرح کردین، ان شاء الله اینو هم در ادامه برنامه ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. بله بذارید قبل از اینکه وقت تنگی وقت به سراغمون بیاد این چند تا آیه رو تکمیل بکنیم، بعد از این جواب بیننده عزیز رو هم میدیم ان شاء الله وقت هنوز هست. بله خواستم در این در ارتباط با دو
قوم عاد و ثمود در این ضمن این آیات نکته ای رو بگم و اون این بود که قوم عاد که در قرآن کریم به طور مفصل هم به منطقه اونها اشاره شده، هم به شهرش به عنوان ارم اشاره شده و هم به سبک زندگی و امکاناتی که در اختیار داشتن و به همین صورت علم و صنعتی که بهش رسیدن و به همین صورت نعمت‌هایی که از نظر آبادی و امکانات مختلف برخوردار بودن. نکته جالبی که من خواستم فقط چون وقت کوتاه هست در این میان بگم این هست که تا به حال اتهاماتی که بر اسلام وارد بود این بود که قرآن قصه ای رو در آورده از یک قومی که اون قوم در افسانه های عرب ها وجود داشته ولی وجود عینی براش ما نداریم. و عجیب هم این هست که در خود آیات همین آیات این سوره که با خوندیم در خاتمه میگه فهل ترى لهم من باقی، آیا اثر از اونها میبینی؟ اثری هم از اونها وجود نیست، نداره. و عموما متهم میکردن که این قصه‌ای هست که بافته شده است، هیچ اثری از قومی به نام عاد و به همین صورت منطقه به نام احقاف یا شهری به نام ارم وجود نداره. ولی علم معاصر این رو به اثبات رسون که نه تنها وجود داره بلکه با همون دقتی که قرآن کریم ذکر کرده وجود داشته. منطقه ربع خالی در جنوب شبه جزیره عرب وجود داره که این منطقه در حدود یمن واقع میشه. صحرایی هست شنزار و به طور قرنها منطقه لم یزرع و حتی غیر مسکونی شمرده میشده و به عنوان ربع خالی ازش یاد میشده. این ربع خالی تا اوائل این قرن در واقع بگیم در حد 1930 میلادی به همون صورت رها شده و بدون هیچ گونه معلوماتی منطقه به عنوان ربع خالی شناخته می شده، تا اینکه بعد از پژوهش و کنکاشی که صورت گرفته اکتشافات اخیر نشون داده که در همون ربع خالی در همون شنزار شهری به نام ارم وجود داشته و اون شهر به عذابی گرفتار شده و با تندبادی از بین رفته و اون منطقه منطقه حاصلخیزی بوده و هنوز هم سفره‌های زیرزمینی داره که در حد 20 متر میشه به آب رسید. این موضوعی نبود که قرآن کریم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم با چشم خودشون ببینن و وصفش کنن، ولی وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قصه ای که فقط در عرف عربهای معاصر به طور مختصر به عنوان یک قوم هلاک شده بدون جزئیاتش مطرح بوده. قرآن با دقیق ترین وصف از شرایط زیست محیطیشون سخن میگه، از کیفیت هلاک شدنشون سخن میگه، از وضعیت صنعت و پیشرفت تکنولوژیشون سخن میگه و به همین صورت از حتی از وصف جسمیشون میکنه. و امروز بعد از پژوهش هایی که انجام شده از زیر خاک کل این آثار این زندگی و این تمدن چند هزار سال پیش میاد بیرون و اثبات این میکنه که قرآن کریم اون چه که 14 قرن پیش گفته در ارتباط با چیزی که اثری هم ازش وجود نداشته یک حقیقتی هست که آثارش امروز کشف شده. به هر حال این مطلب رو من فقط آوردم، البته این موضوع به طور مفصل
پژوهشگرای معاصر آوردن و حتی با عکس و تصویر هم وجود داره. متاسفانه شما تصویر ندارین که بتونم تصویرای این شهر رو نشون بدم و تطابق بدیم با آیه و مصادیق آیه که چطور مفهوم آیه و وصف آیه دقیق در میاد با اون چی که وجود داره، ولی همینقدر کافی هست که قرآن کریم روز به روز با پیشرفت تمدن و آثار علم روز حقیقت خودش رو در ابعاد مختلف و حتی در ارتباط با تاریخ گذشتگان هم به اثبات می‌رسونه که این کتاب کتاب الهی هست و این وحی وحی آسمانی بوده و کلام یک بشر نمیتونسته باشه. اما در این وقت کوتاهی که در خاتمه باقی مونده، در ارتباط با سوالی که بیننده عزیز کردن و این سوال هم شاید سوال محوری و مهمی هم باشه، نکته‌ای رو باید عرض کنم تا اینکه بحث روشن بشه. متاسفانه گفتم تصویر لپتاپ شب نداریم که ما آیات رو نشون بدیم. دقت کنید، احکام شرعی و نزول قرآن یک مسیر تدریجی تکاملی رو طی کرد. نزول قرآن و احکام شرعی یک نزول تکمیلی و تدریجی رو طی کرد. اگر ما بخوایم کلیات یک موضوع رو بگیریم، در صورتی خواهیم تونست فهم درست و شاملی داشته باشیم از اون موضوع که بستر رو از اول تا آخر مد نظر خودمون قرار بدیم. هرگاه قطع و برش کنیم و به صورت جزئی استدلال و استنباط کنیم، به طور طبیعی دچار خطا در استدلال خواهیم شد، دچار خطا در فهم خواهیم شد. به خاطر این یکی از راه‌های تحریفی که در امت‌های گذشته قرآن کریم به نقد می‌کشونه و امروز هم عین این موضوع وجود داره این هست که یحرفون الکلم عن مواضعه، سخن رو از موضع یعنی از سیاق و سباق قطع کردن هست. کل اهل بدعت کارشون همین هست که جمله‌هایی رو در میارن از یک آیه که در واقع اون آیه هم در یک سیاق قرآنی کامل معنا و مفهوم پیغام خاص خودش رو داره، یک جمله کوتاه رو در میارن از یک آیه که چندین جمله هست و تطبیق میدن بر اون چی که خودشون میل دارن یا اون چی که خودشون میفهمن یا اون چی که خودشون در واقع ساختن، بهتر بگیم تعبیر دقیق تری میتونه باشه. خب این قطع و برش کردن ها معنا رو برامون نمیرسونه. بر این اساس اگر ما بیاییم تفسیر درستی رو ارائه بدیم بر این که دین اسلام در ارتباط با تعامل با غیر مسلمان ها چه روش و چه عمل کردی رو داشت، باید بسته رو کامل جلوی خودمون بذاریم. بسته ای کامل جلوی مون وقتی گذاشته بشه این هست که نبی میاد، نبی رحمت با کمال محبت و خیرخواهی و استدلال و برهان علمی قوم خودش رو مخاطب قرار میده و با این سبک با آرامش و صبر 13 سال رو میگذرونه، تمام ظلم و ستم ها رو بهش روا میدارن و بعد از اون هم باز هم اونا هستن که پیش دستی میکنن. الان در ارتباط با اونها اگر حکمی بیاد صادر بشه، خب این یک تسلسله ای هست. میگه الا تو قاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره، آیا قتال نمی کنید با کسانی که نقض عهد کردن، ظلم کردن، شما رو بیرون کردن و اونها هم بدعوکم اول مره، قبل از شما اونها شروع کردن. آیات رو نباید قطع کرد، آیات رو باید در سلسله مسیری که دعوت اسلامی، اصلاحگری و روشنگری دعوت پیامبر مسیر تکامل رو طی می‌کرد و ظلم‌هایی که بهش روا داشته شد رو باید گذاشت ببینیم که موضوع به چه صورت مطرح میشه. آیاتی، کل آیاتی که در بحث قتل مشرکین موضوع رو مطرح میکنه، میگه و قاتلوهم کافتن کما یقاتلونکم کافه،
و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، همون داره که اونا با شما قتال میکنن شما با اونا به همون صورت قتال کنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اون همون طوری که اونا بر شما ظلم میکنن شما هم جواب ظلمشون رو بدید. و این هم بعد از 13 سال خیرخواهی، اصلاح طلبی و ظلم و طغیان اونها. اینه که ما با نگاه قطع و برش دادن نصوص دین نخواهیم تونست قرآن، خصوصا نخواهیم تونست قرآن درست بفهمیم، مگر اینکه بیاییم سیر تکاملی نزول آیات و تکاملی دین رو مد نظر قرار بدیم. و اونجا هست که میبینیم که این آیات خطابش برای چه کسانی هست و موضوع متعلق به چه افرادی هست. و این رو هم ما منکر نیستیم که خیلی از مسلمان ها متاسفانه با فهم غلطی که دارن و با فهم جزئی و نگاه جزئی و محرفی که از دین به دست آوردن شاید دچار اشتباه در عمل کرد بشن، ولی عمل کرده اونها حجت نیست. اون چه که حجت هست نص کامل قرآن هست و سیرت کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که این سیرت و این نص کامل محبت، الفت، خیرخواهی، عدالت، گذشت، ایثار، عفو، همه اینها رو مقدم داره و بعد از همه اینها در بدترین شرایط و سختترین موقعیت ها و در اوج عدوان و نافرمانی بحث دفاع و بحث رد ظلم و بحث برداشتن موانع از مسیر اصلاح رو مطرح میکنه به عنوان جهاد. و جهاد در واقع حل بزرگترین مشکلات مسیر اصلاح اجتماعی و اقامه عدالت اجتماعی برای مردم هست. امروز هم ما در تمام کشورها نیروی به نام نیروی ارتش داریم که برای اقامه قانون و نظام وجودشون، امکاناتشون توجیه شده است. نظام الهی، نظام قرآنی هم عیناً این چنین سامانه‌ای رو گذاشته به عنوان جهاد که برای در واقع معالجه طغیان و برداشتن موانع مسیر تعالی و رشد بشر هست. ادامه آیات رو انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت. همه شما رو به الله متعال میسپارم و آخر در الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.